سینا هستم در زمینه آموزش تضمینی عود در مدت زمان 5 ماه در خدمت شما هستم با شماره تماس 0921-241-4340-0939-1296-0919-88-90-183. خب دوستان، اینم یک کاری بود که دوستان از من میخواستن، یک کار فوق‌العاده مجلسی و یک کار قدیمی بود که اینو اجدا کرده بودم این کارا، ولی خب خیلی دوستان میخواستن و منم اومدم به صورت یک کار خالطوری و مجلسی بعد ایزان اجدا کردم و انشاءالله که دوستان لذت برده باشن. این آهنگ زیبا یه آهنگ سختی هم بود، ملودی دار بود، ملودی عوض میکرد. به هر حال این کارای مجلسیه و پنجه همیشه خودش تو این آهنگ نشون میده. خب دوستان، 6 تا نکته. اولین نکته، عزیزانی که مایلن پکیج کامل ویدیوی آموزشیمو داشته باشن میتونن با شمارام در تماس باشن. نکته دوم، دوستانی که میخوان ریتمشون رو خودشون بسازن و بعدها مشکل ست و ریتم و این داستانا رو نداشته باشن، میتونن پکیج کامل ریسازی داشته باشن یا خودشون بعدها بتونن بعد از 10 جلسه ریسازی بتونن ریتمشون رو، آکوردها رو، پاساژها رو، اینتروها رو، همه رو خودشون بتونن بسازن. نکته سوم، دوستانی که نوازندن کلن ایرادگیری دارن، حالا یکی گوشه ضعیفه، یکی ملودی نمیتونه در بیاره، یکی پنجش ضعیفه، یکی تئوری کار نکرده، حالا هر ایرادی باشه با این دوستان ایرادگیری کار میشه. نکته چهارم، دوستانی که تازه میخوان این کار رو شروع کنن، اوی بخرن، آموزش ببینن، میتونم راهنماییشون کنم. نکته پنجم، دوستانی که خواننده هستم در زمینه آهنگسازی تک ترک و آلبوم، میتونم باهاشون همکاری خوبی داشته باشم. اما نکته ششمی، عزیزانی هستن، حالا چه به خاطر مشغله کاریشون هست، چه نمیتونن الان وقت نمیکنن یا نمیشه یا نمیخوان آموزش رو اصول کار کنن، پکیج رو کامل کار کنن، فقط میخوان آهنگ بزنن، با این عزیزان فقط آهنگی کار میکنن و زیر 20 آهنگ کار نمیکنن. 20 آهنگ به انتخاب خودم به این دوستان اجرا میکنم، کاملا هنرجویی، با دید خوب، با توضیحات کامل و شبکه های مجازی به این عزیزان هر جا باشن ارسال میکنم. خب نکته آخر، عزیزانی که ارگوی رولن یا ماها کورد دارن، ست های جدید میخوان، یا دوستانی که میخوان ست هاشون رو تبدیل کنن، یا عزیزانی که میخوان با ارگوهای اندروید آیفون کار کنن، برنامه های جدید و ست های جدیدش رو میخوان، من در خدمتشون هستم. خب دوستان، من برامین هستم، دوستانی که اچک، برامین، پاکتش، پیشوا، مامازن، افسریه، ربات کلیب، اسلام شهر، افسریه، مناطق بزرگ تهران هستن، حضوری در 38 جلسه کامل، به عزیزانی که خارج از تهران هستن، شهرهای بزرگ ایران، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، ارومیه، لرستان، کرمانشاه، بندرعباس، کرمان، شمال ایران، سمنان، کرج، قزوین، هر نقاطی از این ایران، هر استانی، هر شهری، هر روستایی و حتی عزیزانی که
خارج از کشور باشن با این عزیزان به صورت غیر حضوری در 38 تا ویدیو کامل کار میشه. دوستان از الان اینه بگم که بحث حضوری و غیر حضوری ما هیچ بحث خاصی نیست و هیچ فرقی نمیکنه. من اینکه میگم اونایی که داشت ورامین هم قرشکن یا تهران هم حضوری در 38 جلسه کامل، یعنی اینکه این عزیزان اگه راهشون نزدیکه نهایتا یک ساعت مسافت راهشون با من باشه، میتونم بیام پکه همون پکیجی که به عزیزان غیر حضوری ارسال میکنم و همون پکیج رو میگیرن. اما چون راهشون نزدیکه در سه هفته یا یک ماه یه جلسه ایرادگیری میذارم واسه شون که بیان فقط ایرادشون رو بگیرم. ولی این دوستان هم که نزدیک من هستن مثل عزیزان خارج از تهرانی یا خارج از کشوری تو همون پکیج کار میکنن کل مبحث ها رو، ولی اونه که راش نزدیکه میتونه هر سه هفته یک بار یه ماه یک بار بیاید برای یه جلسه ایرادگیری. فقط فرق حضوری غیر حضوری ما تو یه جلسه در ماه اومدن برای ایرادگیری اونه که راش نزدیک باشه. اونه هم که خارج از تهران یا خارج از کشور باشن تمامی ایراده حادشون رو اجرای لایف میگیرن و توضیح میدن. خب عزیزان این هم یه آهنگی بود که به من گفتن من اجرا کردم، یه آهنگ فوق‌العاده سخت و خوشگل، البته به صورت مجلسی مانند این کار را اجرا کردم و کار خاصی رو این آهنگ نکردم، با اینکه من این کار قبلا اجرا کرده بودم، ولی خب تو این ویدیو اومدم به صورت کاملا مجلسی این کار را زدم با تمپوی بالا و کار مجلسی هم نشونتون دادم. ببینید کار مجلسی پنجه باید فوق العاده روون باشه. یه تیکه کوچیکش رو بزنم اینجا. ببینید پنجه چقدر تو کار موثر. خب ببینید تو این تمپو کار کردم و بالاتر میتونم بزنم پایین تر میتونم بزنم، نوازنده باید به این شکل کار کنه. دوستان اگه تماس میگیرن میگن دو راهی که ما رفتیم فقط به ما آهنگ دادن نوت دادن یا سالها کلاس رفتیم دستگاه فوق حرفه‌ای گرفتیم و هنوز نمیتونیم یه ملودی در بیاریم از طریق گوش، یا از این تماس میگیرن میگن ما این مثلا این کلاس رفتیم فقط به ما آهنگ دادن، یا از این میگه من هر کلاسی رفتم فقط به ما نوت فارسی نوشتن دادن گفتم برو بدن. دوستان من تو ویدیوی قبلی گفتم این مراحل و این آموزش ها کلن اشتباهه. آموزشی سریعه که عزیزان بتونن بعد از اتمام دوره یا در طی دوره هر ملودی که گوش کردن در بیارن پنجهشون عالی بشه، تئوریشون کامل بشه، آهنگسازی کنن، گام ها رو بشناسن، آکورد ها رو بشناسن، ضرب و گم نکنن. اینا مهمه، نه اینکه شما فقط بخواید 20 آهنگ بزنید بگید من نوازندم، نه، چون توی مراسم اینجوری نمیگن، توی مراسم اینجوری نیست. تو مراسم، تو جشن، تو حالا کنسرت، تو هر جایی که میخواید برنامه اجرا کنید باید پر باشید و نوت ها رو بشناسید، سرکیلیت ها رو بشناسید، ردیف ماژور ها، ردیف مینور ها، آکوردتون عالی باشه، پنجتون فوق العاده عالی باشه. بران این کار رو توی تمپو 146 میزنم، سخت واقعا، ولی باز میزنم. ببینید پنجه باید اینجوری قوی باشه. We'll be right back.
از این ور ضرب رو داشته باشید، از این ور پنجهتون قاطی نکنه، از طرف دیگه بتونید با کلیدها کار کنید، صدا رو عوض کنید. اینا مهمه، اینا هنرجوره نوازنده خوب میکنه. نه اینکه هنرجو فقط بخواد ده تا آهنگ بزنه میگه نوازنده، نه، هر آهنگی گوش کردید باید در بیارید، پنجهتون عالی باشه، تئوریتون خوب باشه، آهنگسازی کنید، دست چپ دست راست گام نوازیاتون ردیفا رو بشناسید، گام ها رو بشناسید. اینا مهمه. اونایی که حالا کلاس های مختلف رفتن نتیجه خاصی نگرفتن، من بحثم با اون عزیزانه، با اونایی که واقعا علاقه من به این کارن و میخوان تو این کار پیشرفت کنن، نه دوستانی که فقط میخوان 20 آهنگ بزنن بگم ما نوازنده ایم، نه، صحبت های من برای عزیزانی که واقعا علاقه منم و دوست دارم در کوتاه‌ترین زمان به اون چیزی که بخوان برسن و بتونن به آخرین چیزی که توی نوازندگی اوریه اونم گوش قوی کردن گوشه برسن. خیلی ها دوره میبینن نوازنده هم هستن، هنوز هم که هنوزه نمیتونن یه ملودی در بیارن، سخت واسه شون، کپی میکنن از دست این از دست اون. خب اینجوری اشتباه و هنرجو اینجوری خودشو گول میزنه. هنرجو باید نوازنده باید ملودی رو گوش کنه یه بار، دو بار، سه بار، بار چهارم روی کیبورد اجرا کنه، با یه تمرین خیلی کم ملودی رو اجرا کنه راحت، ریتمشو بدونه چیه، ریتم ها رو بشناسه و صداها رو بشناسه، بدون از کجا باید بزنه، چه جوری بزنه، اینا همه را ولبش داره. و یه مبحث دیگه هم هست که جزء آموزش نیست، اصلا جزء تجربیات کاریه که من اینا رو انشالله توی دوره به تمام دوستان گلم میگم، چه اونایی که خانم هن، چه اونایی که آقا هن، چه ترک باشن، چه لور، چه فارس، چه افغان، فرقی نمیکنه، همشون برای من عزیزن و با همشون همون آموزش اصولی و تضمینی رو کار میکنن. و اونی هم که اگه بتونه بیاد پکیج رو بگیره بره، خب اون خیلی خوبه، راش نزدیکه، میتونه بیاد پکیج رو بگیره، اونه که راش رو نزدیکه. ولی الان خیلی از دوستان هستن مسیرشون هم با من چه 10 دقیقه 20 دقیقه فاصله ارائه باشه، ولی پکیج از طریق شبکه‌های مجازی ارسال کردم، نتونستم بیام به خاطر موقعیت کرونا و این مبحث ها. ولی اونایی که راشون نزدیکه، حالا بعد از اینکه تماس گرفتن توضیحات رو دادم، اگه خواستم میتونم بیان خودشون پکیج رو بگیرن و در ماه یه جلسه برایشون تایم بزنم برای فقط ایرادگیریاشون و الا کل درس ها و کل مبحث ها با کیفیت عالی با دید خیلی خوب توی پکیج ضبط شده و به دوستان ارسال میکنم. اونایی هم که خارج از تهران یا خارج از کشور هستن، تو کشورهای دیگه هستن، میخوان اصولی و علمی و فارسی کار کنن، پاپ کار کنن، من در خدمتشون هستم. این آهنگم تقدیم به تمام دوستان گلم، به امید یه همکاری خوب رو تمام دوستانم، شیرازی ها، مشهدی ها، ترک ها، لور ها، کرد ها، فرقی نمی کنه. برای من همشون قابل احترامن و اجابه بتونم یه همکاری خوبی در زمینه آموزش ارگ با تمام عزیزان داشته باشم. تا یه آهنگ دیگه و یه روز دیگه روز شب خوش، خدا نگهدار.